درود بر شما. با قسمت پنجم شاه جنگ ایرانیان در چالدوران در خدمتتونم. سلیم بعد از اینکه برادران خود را از بین برد و به جای پدر بر تخت سلطنت نشست، سن و سالی نداشت، ولی دارای فرزندان متعدد بود و علاقه داشت که فرزندانش تحصیل کنند و علاوه بر ترکی زبانهای فارسی، یونانی و عربی را هم بیاموزند. و چون از عبدالباقی ایچین لله خودش رضایت داشت، او را مأمور تربیت پسر ارشد خود کرد. او به تمام اهداف خود رسیده بود، اما فقط یک چیز سلیم را بعد از اینکه زمامدار شد ناراحت میکرد، و آن اینکه پسر عمویش بایزید سوم به سوریه گریخته و در آنجا علیه سلیم شروع به تبلیغات میکرد. او میگفت سلیم پادشاه قانونی ترکیه نیست. برای اینکه بعد از قتل پدر و دو برادر بر تخت سلطنت نشست و پادشاهی عثمانی را غصب نموده است. سلیم پدر خود را نکشته بود، اما بایزید سوم شهرت میداد که او پدر خود را هم به قتل رسانیده و از نظر شرعی و عرفی مستوجب شدیدترین مجازات هاست. حمله‌ای که سلیم به خاک سوریه کرد فقط برای دستگیری بایزید سوم بود، و چون نتوانست او را دستگیر کند، به طوری که در آغاز این سرگذشت گفتیم، عده‌ای از سران سوریه بر حسب امر او کشته شدند و سرهای آنان را به استانبول فرستادند و صدور دستور محاصره شهر حلب از طرف پادشاه مزبور هم علتی غیر از دستگیری بایزید سوم نداشت. قشون عثمانی در زمستان سال 1513 میلادی شهر حلب را محاصره کرد. از قضا آن سال هوای زمستان خیلی سرد شد و سربازان عثمانی که در خارج شهر به سر می بردند و دقت داشتند که کسی نتواند از شهر بگریزد، خیلی از سرما ناراحت بودند. فرمانده قوای ترک بعد از اینکه حلب را محاصره کرد، مدت یک هفته شهر را به وسیله توپ گلوله باران نمود، ولی مدافعین شهر حاضر به تسلیم نشدند. فرمانده نیروی ترک برای کتوال حلب پیام فرستاد که هرگاه بایزید سوم فرزند جم شاهزاده ترک را که در شهر است تسلیم نماید، از مجازات او و سربازان و سکنه شهر بعد از اینکه حلب مفتوح کردید صرف نظر خواهد کرد. در غیر این صورت پس از افتتاح شهر تمام مردها را از دم تیغ خواهیم گذراند و تمام پسران را به غلامی و زنها را به کنیزی خواهیم برد. کتوال حلب با شگفت جواب داد اگر شما این شهر را برای دستگیری بایزید سوم محاصره کرده اید، باید به شما بگویم که او در این شهر نیست و از اینجا رفت، و قبل از اینکه شما بیایید و شهر را محاصره کنید او عزیمت کرد. فرمانده قوای عثمانی سوال نمود که او کجا رفت. کتوال گفت نمیتوانم به تحقیق بگویم که او کجا رفت، ولی یک شب از او شنیدم که میگفت اگر من بتوانم خود را به دربار پادشاه صوفی برسانم، میدانم که امنیت خواهم داشت. فرمانده قوای ترک گفت آیا او به طرف ایران رفته است؟ کتوال پیغام فرستاد که من چیزی از او شنیدم و برای تو بیان کردم و غیر از آن چه گفتم اطلاعات دیگری ندارم. مینباشی فرمانده قشون مهاجم عثمانی که شهر حلب را تحت محاصره قرار داده بود، اظهارات کتوال را مشعر بر این که بایزید سوم گفته است قصد دارد خود را به دربار پادشاه صفوی برساند، به وسیله پیک سری و سیر جهت پادشاه عثمانی فرستاد. سلطان سلیم بعد از دریافت گزارش فرمانده قشون خود عبدالباقی ایچین، لله اش را به حلب فرستاد تا اینکه راجع به بایزید سوم تحقیق کند و بفهمد وی چگونه از آن شهر گریخت و کجا رفت. سلیم به لله اش گفت کتوال حلب از فرار بایزید سوم اطلاع داشته و او بدون اطلاع کتوال نمیتوانسته بگریزد، چون بعد از اینکه قشون ما وارد سوریه شد، همه فهمیدند که ما در درجه اول در آن کشور کاری نداریم جز اینکه بایزید سوم را دستگیر کنیم. من بعید نمیدانم که خود کتوال حلب وسایل فرار را در دسترس بایزید سوم گذاشته باشد و اینک میگوید که از فرار او بدون اطلاع بوده و گفتهش به ظاهر صحیح است، زیرا در آن موقع هنوز حلب محاصره نشده بود و مردم با آزادی از شهر خارج میشدند و وارد میگردیدند. اما سلیم از محاصره حلب دست نکشید. او وظیفه فرمانده خود را در حلب معین کرد و به او گفت که باید حلب را
آنقدر محاصره نگه دارد تا اینکه کتوال مجبور به تسلیم شود. عبدالباقی ایچین برای اجرای دستور سلطان سلیم اول به راه افتاد و در همان فصل زمستان به حلب رسید. دو روز بعد از اینکه عبدالباقی ایچین وارد منطقه مأموریت خود شد، نیروی عثمانی توانست مدافعین شهر حلب را وادار به تسلیم کند، زیرا در شهر نه آذوقه باقی مانده بود و نه آب، و قوای مهاجم عثمانی که در شیوه محاصره زبردست بودند تمام قنواتی را که به شهر می رسیدند کور نمودند، تا اینکه مردم علاوه بر گرسنگی دچار تشنگی هم بشوند. قوای عثمانی وارد شهر شد، اما فرمانده قوای عثمانی گفت به دو شرط حاضر است که از قتل عام سکنه شهر و اسیر کردن زنها و جوانها خودداری نماید. یکی اینکه کتوال و کلانتران شهر تا خاتمه تحقیقات مربوط به بایزید سوم در حبس باشند، و دیگر اینکه سکنه شهر حلب هزینه قشونکشی پادشاه عثمانی را به آن شهر بپردازند تا از آن حیث زیانی بر سلطان سلیم وارد نیاید. این دو شرط از طرف کتوال و کلانتران پذیرفته شد، مشروط بر این که هزینه قشونکشی معلوم گردد و سکنه حلب بدانند که آیا استطاعت پرداخت آن هزینه را دارند یا نه. کتوال و کلانتران حلب برای این که سکنه شهر را از مرگ و گرسنگی و تشنگی نجات دهند فداکاری کردند و حاضر شدند که خود اسیر شوند. هزینه قشونکشی پادشاه عثمانی هم به مبلغ 500 هزار دینار تقویم گردید، و با اینکه پرداخت هزینه مزبور از طرف سکنه شهر مشکل بود، موافقت کردند که آن را بپردازند، مشروط بر اینکه موافقت شود که در 5 قسط از آنها دریافت شود. فرمانده قوای عثمانی 5 قسط را نپذیرفت، زیرا تصور کرد جنبه دفع الوقت دارد، و موافقت کرد که در 3 قسط آن وجه را دریافت کند، و قسط اول باید بیدرنگ پرداخت می شد. حلب در آن تاریخ شهری بود آباد و پر جمعیت و دارای اهمیت بازرگانی. مردم قسط اول هزینه قشونکشی را سرشکن نمودند و هر یک مبلغی از آن را پرداختند، و کتوال و کلانتران شهر هم از طرف نیروی عثمانی توقیف شدند و محاصره خاتمه یافت و دروازه های شهر بازگردید. ولی فرمانده نیروی عثمانی متوجه نبود که 5 فوج از نیروهای او از سربازان سپاه ینیچری هستند، و آنها نمیتوانند که دست خالی از میدان جنگ برگردند، و جنگ را بیشتر برای غنیمت جنگی میخواهند. فرمانده نیروی عثمانی قراردادی با مدافعین شهر بسته بود که سربازان ینیچری محترم میشمردند، اما میگفتند که حق آنها برای به دست آوردن غنیمت جنگی غیر از آن قرارداد است، و اگر فرمانده قوای عثمانی در آن قرارداد حق آنها را جهت تحصیل غنیمت جنگی پیش بینی نکرده، این موضوع نمیتواند این حق آنها را سلب کند. فرمانده نیروی سلطان سلیم با اینکه طبق امر سلطان نسبت به آن 5 قشون دارای اختیارات فرماندهی بود، نتوانست که مانع از تحصیل غنیمت جنگی از طرف آنها شود. آنها گفتند تا موقعی که جنگ ادامه داشت تحت فرمان تو بودیم و اوامرت را به موقع اجرا می گذاشتیم، ولی اینک که جنگ تمام شده و تو به وجود ما احتیاج نداری، ما نمی توانیم از حق خودمان صرف نظر کنیم. مینباشی که فرمانده نیروی عثمانی بود دریافت که اگر بخواهد جلوی سربازان ینیچری را بگیرد، جنگ خانگی در خواهد گرفت و آنها به روی سایر سربازان عثمانی شمشیر خواهند کشید، و ممکن است که بر اثر این واقعه قشون عثمانی در حلب از بین برود و نتیجه پیروزی نه فقط خونسا گردد، بلکه فتح سلطان سلیم در حلب مبدل به شکست شود. اگر آن واقعه پیش می آمد، سلطان سلیم مینباشی را مسئول می دانست، نه سپاه ینیچری را، چون سپاه ینیچری نزد سلطان مقربتر از آن بود که وی آنها را به مینباشی بفروشد. در آن صورت سلطان سلیم به فرمانده قوای ترک در حلب می گفت وقتی تو دیدی که افسران و سربازان ینیچری اصرار دارند که غنیمت جنگی به دست بیاورند، می خواستی نرمی به خرج دهی و با آنها کنار بیایی، نه اینکه با سربازان خود با آنها حمله کنی و بین سربازان عثمانی جنگ برادرکشی را آغاز کنی. خلاصه اینکه فرمانده نیروی مهاجم عثمانی در حلب
دست سربازان ینیچری را آزاد گذاشت که هرچه می‌خواهند بکنند و آنها نیز تا می‌توانستند از شهر حلب غنایم جنگی به دست آوردند و سکنه شهر متوجه شدند علاوه بر این که غرامت جنگ را پرداختند و باید بپردازند آنچه داشتند نیز از دستشان رفت. اما عبدالباقی ایچین برای تحقیقات وارد شهر شده بود. او با کمک چند نفر از افسران عثمانی که از قشون حلب به کمک گرفت شروع به تحقیق از کتوال و کلانتران شهر کرد. عبدالباقی هر قدر در تحقیق جلو می رفت حس می کرد که سلیم پادشاه عثمانی با هوش فطری خود بیش از فرماندهی قوای ترک که در محل بوده متوجه حقیقت گردیده و بایزید سوم نه فقط به اطلاع بلکه با کمک کتوال و کلانتران گریخته و حتی حس کرد که آنها به بایزید سوم گفتند به ایران برود تا اینکه دست پسر عمویش به وی نرسد. عبدالباقی ایچین که مردی مطلع بود میدانست که در ایران پادشاهی سلطنت میکند که او را صوفی میخوانند و دربار او پناهگاهی است برای تمام شاهزادگان که در وطن خود نمیتوانند زندگی کنند و در جستجوی محلی هستند که در آنجا دور از خطر زنده بمانند. دربار پادشاه صفوی یک بست بود جهت همه محترمین که از کشورهای مجاور به ایران پناهنده میشدند و پادشاه ایران میگفت که دربار من یک خانقاه است و کسی را که وارد خانقاه می شود از آن نمی رانند. بالاخره بر اثر تحقیق از کتوال و کلانتران حلب و مواجهه آنها با یکدیگر عبدالباقی ایچین فهمید که بایزید سوم بر حسب توصیه مصادر امور حلب به طرف ایران گریخته و وسایل سفر را آنها در دسترس وی قرار داده و مبلغی هم پول به آنها دادند. عبدالباقی ایچین گزارش تحقیقات خود را برای سلیم فرستاد و سلطان جواب داد اینها که وسیله انتقال بایزید سوم را به ایران فراهم کردند لابد می دانند وی اکنون در کجاست و از آنها تحقیق کنید و از محل سکونت بایزید سوم کسب اطلاع نمایید و نتیجه را بفرستید. عبدالباقی شروع به تحقیقات جدید کرد. او متوجه شد که بایزید سوم به اردبیل رفته و از آنجا به تبریز رفته است. او پرسید علت انتقال او از اردبیل به تبریز چه بوده است و برای چه بایزید سوم ترجیح داد که به تبریز برود. کتوال گفت در این قسمت هم نمیتوانم اظهار نظریه صریح کنم ولی میگویند که هوای اردبیل مرطوب است و شاید هوای مرطوب آنجا به مزاج پسرعموی پادشاه عثمانی نمیساخته و او بهتر آن دانسته که به تبریز که دارای هوای خشک و سالم است برود. عبدالباقی سوال کرد وقتی بایزید سوم میخواست اینجا برود آیا نگفت که قصد دارد به ایران برود تا اینکه کمک پادشاه صوفی را علیه سلطان سلیم جلب نماید؟ کتوال گفت به هیچ وجه این کلام از دهان پسرعموی پادشاه عثمانی خارج نشد و او فقط از ترس سلطان عثمانی به ایران گریخته است. عبدالباقی به کتوال گفت اگر دروغ گفته باشی با سرت بازی خواهی کرد زیرا پادشاه ما از دروغگو بسیار متنفر است. کتوال گفت من دروغ نمیگویم و آنچه گفتم عین حقیقت است. کتوال گفت مؤثرترین وسیله برای برگردانیدن بایزید سوم به عثمانی این است که پادشاه شما یک نامه محبت‌آمیز به پسرعموی خود بنویسد و به او بگوید که هرگاه به عثمانی مراجعت کند مورد اکرام قرار خواهد گرفت و شغل خوب به وی داده خواهد شد. بایزید سوم هم وقتی مطمئن شد که سلطان سلیم او را نخواهد آزرد با مسرت مراجعت خواهد کرد. عبدالباقی گفت روابط آنها به قدری تیره و تاره است که نامه‌ای در پسرعموی او اثر نخواهد کرد. کتوال گفت وقتی نامه سلطان در پسرعموی او مؤثر واقع نگردد و او را بر نگرداند چگونه انتظار دارید که من بتوانم او را برگردانم؟ عبدالباقی گفت برای اینکه او حرف تو را میپذیرد چون تو را دوست خود میداند. اگر تو نامه‌ای بنویسی و بگویی که به سوریه مراجعت کن و در اینجا به سر ببر وی خواهد آمد. کتوال گفت آیا شما تصور میکنید که بایزید سوم از وقایع اینجا مستحضر نشده یا نخواهد شد و نمیداند که حلب سقوط کرده و من به حبس افتادم؟
عبدالباقی گفت من راجع به تو با پادشاه خودمان مذاکره میکنم و از او تقاضا میکنم که تو را به شغل سابق برگرداند و تو کماکان کتوال حلب باشی. در آن موقع میتوانی نامه ای به بایزید سوم بنویسی و از وی دعوت کنی که اینجا بیاید و کماف سابق مهمان تو باشد و همین که او وارد شد ما وی را دستگیر خواهیم کرد و به استانبول خواهیم فرستاد و تو همچنان مقام خود را حفظ خواهی نمود. کوتوال گفت من برای اینکه به شما ثابت کنم که برای اطاعت از امر سلطان سلیم دارای حسن نیت هستم آن نامه را می نویسم، ولی می دانم که بایزید سوم که جوانی است باهوش فریب نخواهد خورد و متوجه خواهد شد که برایش دام می گسترانند و نخواهد آمد. اما کوتوال با اصرار عبدالباقی نامه را نوشت و پس از آن بر حسب دستور سلطان سلیم مقداری وجه در دسترس عبدالباقی گذاشتند و او به وسیله پیک مورد اعتماد نامه و وجه را برای بایزید سوم از راه ترکیه به ایران فرستاد. در آن موقع مناسبات ایران و عثمانی بد نبود و کوتوال علاوه بر نامه‌ای که برای خود بایزید سوم نوشت دو نامه دیگر برای دو نفر از دوستان خود در ایران ارسال داشت تا اینکه بایزید سوم را تشویق کنند که از ایران به سوریه مراجعه کند. نامه به ایران رسید. بایزید سوم از وقایع حلب مطلع شده بود و می‌دانست که آن شهر به دست نیروهای عثمانی سقوط کرده و از دعوت کوتوال حلب حیرت کرد. خاصه آنکه قاصدی که نامه‌ها و پول را آورده بود از راه آناتولی وارد ایران شده بود. آن قاصد بعد از ورود به تبریز نزد بایزید سوم رفت و شمه ای از اوضاع سوریه را آنطور که عبدالباقی ایچین به وی آموخته بود برای بایزید سوم بیان کرد و به او گفت سلطان سلیم بعد از اینکه به کوتوال حلب خشم کرد و او را به زندان انداخت با او از در لطف در آمد و آزادش کرد و مقام و مرتبه اش را به او برگردانید و قشون پادشاه عثمانی به کلی از سوریه خارج شد و دیگر هم وارد آن کشور نخواهد شد. قاصد در ادامه به بایزید گفت راه مراجعت از ایران بسته به انتخاب خود بایزید سوم است و هرگاه وی بخواهد می تواند از راه آناتولی ترکیه کنونی به حلب مراجعت نماید یا از راه بین النهرین به حلب برگردد. اگرچه بین النهرین امن نیست، ولی شاهزاده ای چون پسرعموی پادشاه عثمانی به تنهایی مسافرت نمی کند، بلکه با عده ای از خدمه و سرباز مسافرت می کند و راهزنان جرأت نمی کنند وی را مورد حمله قرار دهند. بایزید از قاصد پرسید غیر از رسانیدن کاغذ و وجه چه دستور دیگری به تو دادند؟ قاصد گفت دستور دیگر که به من دادند این است که اگر شما بخواهید از راه آناتولی به حرب مراجعت کنید به اطلاعتان برسانم که وسایل پذیرایی از شما در سراسر خط سیر از مرز ایران تا مرز سوریه فراهم گردیده و شما با احتراماتی که در خور یک شاهزاده بزرگ مانند شماست از خاک عثمانی عبور خواهید کرد و وارد سوریه و حلب خواهید شد. بایزید سوم پرسید که دستور پذیرایی از مرا در سراسر خاک آناتولی صادر کرده؟ قاصد که از رموز سیاسی اطلاع نداشت به سادگی گفت بدیهی است که این دستور از طرف پادشاه ما سلطان سلیم صادر شده است. بایزید سوم گفت اگر پسرعموی من دستور داده در آناتولی مرا مورد پذیرایی قرار دهند من از راه آناتولی مراجعت نخواهم کرد. قاصد گفت بسیار خوب، از راه بین النهرین مراجعت کنید. شاهزاده عثمانی جواب داد که من از راه بین النهرین هم بر نمی گردم و این پول را نیز به وسیله تو برای کوتوال به حلب بر می گردانم. قاصد گفت من مطیع امر شما هستم، ولی این کار را نکنید زیرا در حلب انتظار بازگشت شما را می کشند. بایزید سوم گفت این را می دانم که در حلب منتظر من می باشند، ولی نه برای اینکه از من پذیرایی کنند، بلکه از این جهت که مرا دوچار سرنوشت دو پسر عموی دیگرم نمایند و مثل دو برادر سلطان سلیم کشته شوم و اگر مرا به قتل نرسانند بدون تردید کور خواهم شد و حیف است که در این آغاز جوانی من از دیدن دنیا محروم شوم.